معترضان تایلندی که از ساعتی پیش در خیابان‌های بانکوک اقدام به برپایی تظاهراتی گسترده کرده بودند، ساختمان دو وزارتخانه اقتصاد و خارجه را به تصرف خود درآوردند. این معترضان که به دعوت حزب دموکرات تایلند که حزب اپوزیسیون این کشور به شمار می‌رود به خیابان‌ها آمدند، خواستار کنارگیری نخست وزیر کنونی از قدرت هستند. در پی گسترش اعتراض‌ها در تایلند، شیناواترا نخست وزیر این کشور در یک گفتگوی تلویزیونی این اقدامات را عامل بی‌ثباتی کشور عنوان کرد و از معترضان خواست تا به خیابان‌ها نروند. بر اساس گزارش‌ها، راهپیمایی‌های چند روز اخیر شدیدترین نوع آنها از سال 2010 میلادی تا کنون به شمار می‌رود. شیناواترا در سال 2011 میلادی و چند سال پس از سرنگونی حکومت برادر خود، تاکسین شیناواترا به قدرت رسید. برادر وی که در حال حاضر در تبعید خودخواسته به سر می‌برد، به فساد مالی و 2 سال زندان محکوم شده است. تایلند از سال 1932 تا کنون 18 کودتا را تجربه کرده است.